فقیر غنی، سرگذشت جورج مولر، نوشته ی دکتر پیرسون امریکایی، ترجمه ی آقای سول کول. فصل 18، ایمان و صبر در خدمت. ارزش هر خدمتی منوط به میزان آن نیست، بلکه بسته به چگونگی و کیفیت آن خدمت است. کسی که مقصودش رضای خداست، کوشش می کند که کار را از روی درستی و صداقت انجام دهد، نه اینکه فقط زیاد کار بکند. مسیح به شاگردان خود گفت: در اورشلیم بمانید تا به قوت از اعلی آراسته شوید، چون که همان قوت الهی است که کارها را پربرکت می نماید. وقتی که متوجه به کارهای جورج مولر بشویم، در ابتدا به نظر انسان مشکل می آید که باور کند خدا در این عصر به یک نفر اینقدر برکت دهد که به این گونه خدمتها موفق گردد. موفقیت جورج مولر در خدمت به یتیمان فقط یک فقره از کارهایی است که خداوند به او رجوع فرمود، چون که آموزشگاه های کتاب مقدس نیز به نوبه خود دارای اهمیت عظیمی است، زیرا که در این کار قصد وی این بود که آموزشگاه‌هایی برای تحصیل کتاب مقدس تأسیس نماید و همچنین به هر آموزشگاهی که در آنجا کتاب مقدس تحصیل می‌شود کمک‌های مادی و معنوی بنماید و هم اینکه موفق به توزیع کتاب مقدس و پخش کتاب‌های راجع به مسیحیت باشد و نیز بتواند بسیاری از مرسلین را کمک نماید. روحی که مشتاق خدمت است از هر دری که ممکن است داخل شده خدمت می کند. در سال 1867 در نمایشگاه پاریس جورج مولر فرصت بسیار مناسبی برای بشارت به عده زیادی به دست آورد و خداوند هم به واسطه دو نفر از دوستانش کمک بزرگ و موثری به خدمتش بخشید، چون که یکی از آن دو نفر 8 زبان می دانست و دیگری به 3 زبان می توانست حرف بزند. در روزهای نمایش 12,000 نسخه کامل از کتاب و جزوه های آن به زبانهای مختلف منتشر و توزیع نمود. جورج مولر در نظر همه کس، حتی در نظر کشیشان کاتولیکی، معزز و محترم بود. در مدت 6 ماه مشغول به خدمت و توزیع و انتشار کتاب مقدس شد. خدمت 6 ماهه او به اندازه کار 10,000 موزه در عرض 10 سال بود که به طور عادی و معمولی کار کنند. به وسیله این کار هزارها اشخاص به خواندن کلام خدا و نجات از گناهان خود موفق شدند و نیز خداوند در اسپانیا چنین فرصتی به او بخشید و در نتیجه کار او اولین مرتبه ای بود که مردم در کوچه های مادرید کتاب مقدس را گشوده مطالعه می کردند. در عرض 1 ساعت معادل 250 نسخه توزیع نمود. در روزهایی که بسیاری خواب بودند جورج مولر بیدار بود و به این طور خدا و خدا خدمت می کرد. در سال 1874 موفق شد که 3,750,000 کتاب مذهبی توزیع کند. جورج تمام دنیا را حوزه خدمت خود می دانست. به هر وسیله‌ای که می دانست و می توانست خدمت می کرد. کتاب مذهبی را بین طبقات مختلف مجرمین منتشر می کرد. در کشتی، در راه‌آهن، در بین پیاده روندگان، در کوچه و بازار، در عرض چند ماه 50,000 نسخه از کتاب‌های مذهبی نشر و توزیع نمود. عادت جورج مولر این بود که با روح دعا و خردمندانه کارهای خود را انجام دهد. خوشبختانه نتایج خوبی هم می‌گرفت، چون که با ایمان و عقیده به کار می‌پرداخت و کسی نمی‌داند ایمان مؤمن چه کارهایی را ممکن است انجام دهد، مگر آنکه خود را جای جورج مولر قرار دهد. مثلا در سال 1874 به 44,000 لیره احتیاج پیدا کرد، چون که 2100 نفر یتیم داشت که بدون خوراک و پوشاک بودند.
189 نفر از مرسلین را توجه و پرستاری می کرد و لوازم تحصیلی 100 آموزشگاه را عهده‌دار بود. در این آموزشگاه ها 9000 دانش آموز بودند که سالیانه اقلن 40 میلیون صفحه مطبوعات لازم داشتند و نیز لازم بود که سالیانه چندین هزار کتاب مقدس برای نشر و توزیع چاپ کند. اگر از خود جورج مولر بپرسیم که به چه قوه این همه کارها را انجام می دادی، یگانه جوابی که دارد این است: چیزی که همیشه مرا آرام و آسوده خاطر نگاه می دارد، امانت خداست. بودجه ما تمام نشدنی است. هر وقت که فکر می کردم که این روزها بودجه ما تمام می شود، به خود می گفتم خدا که این کار را به واسطه من شروع نموده و سال به سال مرا در این کار هدایت فرموده است و بیش از 40 سال است که احتیاجات ما را به ما بخشیده، البته فکر خود را عوض نمی کند و تا به ابد امین و وفادار است. در این صورت لازم نیست مضطرب و مشوش باشم، چون که تمام کار را به دست مبارک او تسلیم نمودم و ایمان دارم که در آتیه هر چه بخواهم به من عطا می کند، اگرچه خودم هیچ راهی را سراغ نداشته باشم. در 28 جولای سال 1874 این مطلب را در یادداشت‌های خود نوشته است و تا به امروز مشاهده می شود که کارهایش با کمال نظم و ترتیب اداره شده. با اینکه کسی که عهده‌دار تنظیم و ترتیب این کارها بوده است وفات نموده، کسی که با خدا این قبیل معاملات را دارد هر قدر هم ضعیف باشد ممکن نیست که تصور کند که خداوند چنان ایمان ساده‌ای را که مانند اطفال است رد نموده و آن را پست و حقیر شمارد. ایمانی که ایماندار عاجز و ضعیف را با تمام حزن و اندوه و معایب و نواقضش بدون استراب به آغوش محبت خدا هدایت و ارشاد می نماید. خداوند به وسیله شخص جورج مولر این مطلب را ثابت نمود که هر کس به خداوند توکل و اعتماد کند در کار خود موفق خواهد بود. قصد او از این گونه بیانات و یادداشت‌ها این است که مواقعی که مخارج سنگین و احتیاجات زیاد بود، او مضطرب نمی‌شد و می‌گفت من به خداوند اطمینان دارم و باور می‌کنم کسی که این کار خیر را شروع کرده و سال به سال آن را توسعه داده است و مدت 40 سال دعاهای ما را اجابت نموده، یقیناً ما را وا نمی‌گذارد و فیض و برکت خود را از ما دریغ نخواهد داشت. در یک صفحه از یادداشت‌های او در روز 28 جولای سال 1881 این چند جمله را نوشته است: هرچه برای مخارج داشتیم تمام شده و الان هیچ نداریم. اگر به طور طبیعی حکم بکنیم باید کار خود را موقوف نماییم، چون که با این فقر و بیپولی ممکن نیست این کار سنگین اداره شود. لیکن به طور روحانی ایمان دارم که خداوند ما را مساعدت می کند و هر چه که احتیاج داریم به ما می بخشد. این مطلب را برای جلال و تمجید خداوند نوشتم و انتظار دارم که پس از من این یادداشت و شهادت باعث تقویت مؤمنین و فرزندان خدا بشود. من یقین دارم که نتیجه ایمان خود را می‌بینم، اگرچه الان به درجه‌ای محتاج و تنگ دست هستم که تا به حال هیچ وقت به این درجه محتاج نبودم. او در این روزها با کمال صمیمیت به همراهی خانومش به دعا می‌پرداخت. هر روز 6 یا 7 مرتبه دعا می‌کردند و هر ساعت منتظر اجابت دعای خود بودند و یقین داشتند که ناامید نخواهند شد. پس از 2 هفته احتیاج شدیدتر شد، به طوری که گفتند این یتیمخانه را فراموش نموده، لیکن طولی نکشید که 1000 لیره رسید و گشایشی در کارشان پیدا شد. این مطلب فراموش نشود که هر قدر احتیاج زیادتر می شد، جز خداوند کسی از فقر و احتیاج ایشان خبری نداشت. نزدیکترین اشخاص و دوستان صمیمی خود را از احتیاج خودشان بی اطلاع می گذاشتند.
اشخاص زیادی بودند که اگر جورج مولر به آنها اشاره می کرد با کمال میل به قدر احتیاجش او را مساعدت می کردند. لیکن جورج مولر هیچگاه در کار خودش کمک انسانی را نمی خواست و سوال کردن را برای کار خود گناه می پنداشت. با اینکه آتیه ی یتیم خانه تامین نبود، تصمیم گرفت که با خانومش برای مرتبه هشتم به اروپا سفر کند. با اینکه چنین به نظر می رسید که هنگام سختی و تنگی نباید یتیم خانه را ترک کند، باز هم به امید خدا کار را به آقای جیمز رایت واگذار کرده مسافرت کرد. حکایت باغبان پیر و فقیر. باغبان پیر و فقیری سبد میوهی فراهم کرد تا به شهر برده بفروشد. مجبور بود که سبد را بر دوش گذارده پای پیاده سه فرسخ راه را تا شهر طی کند. پس از آنکه یک فرسخ رفت، درد پای شدیدی عارضه شد و از رفتن باز ماند. اتفاقاً عرابه بزرگ چهار اسبه ای رسید. عرابه ران از حالت آن پیرمرد دلش بسوخت و عرابه را نگه داشت و با آن پیرمرد صحبت کرد و گفت سبدش را در عرابه گذارده و خودش نیز سوار شود و مفت و مجانی به شهر برسد. پیرمرد اظهار قدردانی نموده بر عرابه سوار شد و سبدش را پهلوی خود گذاشت. چون قدری راه را طی کردند، سبدش را از پهلویش برداشته روی سرش گذاشت. عرابه ران از او پرسید که ای پیرمرد، چرا خود را به زحمت انداخته ای و این سبد سنگین را روی سر خود گذاشته ای؟ وقتی که من به تو پیشنهاد کردم که سوار این عرابه شوی، قصدم این بود که متحمل این بار سنگین نشوی، با اینکه در عرابه پهلوی خودت جای مناسب و خوبی برای سبدت هست، چرا آن را روی سر خود گذاشته ای و خود را خسته می کنی؟ پیرمرد ساده لوح از محبت و مهربانی عرابه ران اظهار تشکر و امتنان نموده گفت ای آقا، فکر کردم که به این وسیله سنگینی سبد بر اسب‌ها تحمیل نخواهد شد و خودم متحمل این بار سنگین بشوم. اما از سادگی و کار جاهلانه این پیرمرد می‌خندیم و حال آنکه خود ما همیشه همین کار را می‌کنیم. با اینکه اقرار می‌کنیم که به طور کلی خود را به خدا تسلیم کرده ایم و گناهان ما به وسیله نجات دهنده کفاره شده است، در این حال برخلاف این اعتراف رفتار می کنیم، چون که می خواهیم خودمان بارهای سنگین خود را حمل کنیم. در کار خداوند دخالت می نماییم. مثل این است که عقیده نداریم خداوند همه بارهای سنگین ما را بر خود حمل می نماید. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. خیلی لازم است که مسیحیان این درس را به خوبی فراگیرند که خداوند تمامی بارهای سنگین زندگانی ما را بر خود حمل می نماید و خود ما با دیگران فقط اسباب و آلاتی هستیم در دست خداوند. مزمور 90:15 می فرماید ما را شادمان گردان به عوض ایامی که ما را مبتلا ساختی و سالهایی که بدی را دیده ایم. این دعا خود به منزله وحی و نبوتی است که ایمانداران زیاد هستند که در روزهای غم و اندوه از شادمانی الهی متمتع و بهره‌مند می‌شوند، چون دردها و مصیبت‌های خود را با صبر و شادی تحمل می‌کنند. سر سلامتی و آرامی در وسط دردها و زحمت‌ها و شکست‌های زندگانی ایمان به خداست. از همین جهت یعقوب رسول به الهامات روح خدا می نویسد لیکن به ایمان سوال کنید و هرگز شک نکنید، زیرا که هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. یعقوب 1:6. لیکن جورج مولر پیوسته این حقیقت را نصب العین خود قرار داده بود. ملاکی 3:6 می گوید من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم.
در هر تغییر و تبدیل و زحمتی ثابت و راسخ بود و هیچ چیز او را از توجه به خدا منحرف نمی کرد. جورج مولر در یادداشت‌های خودش می گوید: خدا را شکر می کنم که با یقین کامل می توانم بگویم در این مدت بیش از نیم قرن هرگز بر خود اعتماد و توکل نکردم. و نیز می نویسد: وقتی که در ماه می سال 1880 به امریکا مسافرت کردم، من و همه کارمندان یتیمخانه ها زیاد دعا می کردیم که اطفال برکت روحانی بیابند و خود را به خداوند تسلیم کنند. در همان سال 512 نفر به خداوند ایمان آوردند. در 7 جولای سال 1884 باز محتاج شد. دارایی او در این وقت عبارت از 41 لیره بود که بیش از مخارج نصف روز ایشان نبود و به انتظار و امید دعا کرد. در همان روز 11,000 لیره به او رسید و نیز در همان روز 2,000 لیره برای کار بهداشت لازم داشتند. در آخر سال 1884 در یادداشت خود چنین می نویسد: سال 1884 ما در این سال از سختی ها و مشکلات بسیاری عبور کردیم ولی تمام شد. شکی نیست که مقصود خدا این بود که ایمان ما را امتحان کند و خود را بیشتر به ما بشناساند. بلکه باید بنویسیم سال 1884 مشمول برکات و فیضهای عظیم خدا شدیم ولی به انتها رسید و اینک ما با اطمینان کامل داخل سال 1885 می شویم و یقین داریم که تا مادامی که خدا با ماست و مال ماست هر چیزی آسان خواهد گردید. بهترین چیزی که داریم این است که خدا با ماست. در این سال اخیر عده کمی از یتیمان داخل یتیمخانه می شدند. تازگی ها فقط 500 نفر آمده بودند. جورج مولر لازم می دانست که به وسیله اعلانی از مردم خواهش کند تا یتیمانی را که می شناسند به یتیمخانه معرفی کنند. در سال 1834 در تمام انگلستان 3600 نفر یتیم در یتیمخانه ها پرستاری می شدند، در صورتی که قریب 7200 نفر از بچه هایی که کمتر از 8 سال داشتند در زندان های انگلستان محبوس بودند. یکی از علل بزرگ شدن یتیمخانه ها همین بود. به همین مناسبت فقط در یتیمخانه اشلی داون به زودی بیش از 2000 نفر یتیم جمع آوری شدند. پس از آنکه جورج مولر دست به این کار خیر زد، دیگران نیز به او تأسی جستند و تقلید نمودند و یتیمخانه هایی در جاهای مختلف باز نمودند. 50 سال پس از شروع کار جورج مولر، یتیمانی که در یتیمخانه ها پرستاری می شدند، بالغ بر 100,000 نفر بود. خداوند به این وسیله دیگران را نیز وادار کرد که به این کار عامل منفعه قیام و اقدام نمایند. حتی برای بچه های عاجز و فقیر و دردمند، جایی تهیه و تدارک کردند، و اکنون نیز برای طبقات مختلف بینوایان منزل‌هایی وجود دارد. چنانچه در سال 1830 برای خدمت و موعظه در کلیسا هیچ گونه وجهی به عنوان حقوق قبول نکرد، به همان طور برای همیشه همین کار را می‌کرد و به عهد خود وفا نمود. خداوند هم در تمام اطراف دنیا به قلب مردم الهام می کرد که هدایا و تقدیمی برای او بفرستند، حتی مبالغی برای مصارف شخصی خودش می فرستادند.
اگر پولی برای کار معینی داشت، آن را برای کار دیگر خرج نمی کرد. به این ترتیب در سال 1874 درآمدش بیش از 2100 لیره بود. تمامی اینها در نتیجه دعای او بود، بدون اینکه از انسانی طلب چیزی کند یا احتیاج خود را به کسی اظهار بدارد. این هدایا به او می رسید. اگر مبلغی را که در آخر سال 1873 به او رسیده حساب کنیم، باید بگوییم در مدت 13 ماه مبلغ 3100 لیره به او رسیده است. از این پولها قدری به اشخاص محتاج می داد و باقی را برای کار خداوند صرف می کرد و فقط 250 لیره خرج شخصی را بر می داشت. در سال 1875 کاملا فقیر بود، همچنان که در 45 سال هیچ نداشت. قبل از این نوشتیم که در سال 1890 موقعی که جورج مولر در جبلپور بود از مرگ دخترش آگاه شد. هر کس به جای این پیرمرد 84 ساله بود از این خبر وحشتزا مضطرب شده تعادل اخلاقی خود را از دست می داد و همچنین مرگ لیدیه برای آقای جیمز راید شوهرش خسارت جبران ناپذیری بود. آقای جیمز راید مدت 18 سال در زندگانی روحانی و جسمانی با لیدیه شرکت تام و تمامی داشتند. با اینکه در جسم ضعیف بود، لیکن در تمام کارهایی که به او رجوع می شد قابل اعتماد و اطمینان بود. او هم مانند مادر محبوب و پرهیزکار خود در اداره کردن یتیمخانه از صمیم قلب خدمت می کرد. آقای جیمز رایت پس از مرگ لیدیه در بین اسبابهایش کارتی دید که برای او به منزله گنج گرانبهایی شمرده می شد. چنان که روی آن کارت این کلمات به شعر نوشته شده بود: من مسیح را دیدم، به غیر از او چیزی به من نگویید. من صدای او را شنیدم و روح من تقویت یافته سیر گردیدم. آقای جیمز رایت از دیدن این کارت بسیار خوشوقت شد و روحش تقویت یافت. جورج مولر در یادداشت سال 1892 خود چنین می نویسد: امسال به قدری تهیدست شده ایم که حتی حقوق مستخدمین و کارمندان را نمی توانیم بپردازیم. مردم می پرسند که آیا تا چه اندازه کار را کوچک می کنیم؟ جواب من این است که اگر اراده خدا این باشد که کار را کوچک نماییم، با شکرگزاری حاضرم این خدمت را هم انجام دهم، لیکن منتظر ارشاد و هدایت خداوند هستم. چند هفته برای این منظور دعا می کرد تا اینکه خداوند دعایش را مستجاب فرمود و در کارش گشایش خوبی پدید آورد، چون که به این طور هدایت شد که 10 جریب از زمین های اطراف یتیمخانه را بفروشد. زمین ها را به 10000 لیره فروخت و این مبلغ 2300 لیره بیش از احتیاج او بود. مدت 7 سال در زحمت و تنگی بودند. خود جورج مولر راجع به این سالها چنین میگوید: اگرچه بسیاری میخواستند بگویند خدا ما را فراموش کرده یا از ما صرف نظر نموده، لیکن روزها ساعت به ساعت ایمان ما تقویت میافت و به خدا نزدیکتر میشدیم. علاوه بر این محسوس بود که بسیاری برکت مییابند. 5 سال بعد از مرگ لیدیه واقعا تأسف آور و واقعی تأسف آور دیگری برای جورج مولر پیش آمد، یعنی خانومش وفات یافت. لیکن این غم و اندوه نیز سبب شکست روحانی و ناامیدی او نشد، بلکه می توانست با شکرگزاری
این ضربت را نیز از خداوند قبول نماید. همچنان که در هنگام کفن و دفن زوجه اولیه خود با خوشرویی و شکرگزاری عهده‌دار خدمت کفن و دفن وی شد، کمتر اتفاق می‌افتد که مرد 90 ساله‌ای به این نحو به خدمت کفن و دفن بپردازد. لیکن ایمان ژرژ مولر او را در ضعف و پیری کمک می‌کرد. خود ژرژ مولر این طور گفت: با اینکه زوجه اولی من برای شخص خودم و کارم بسیار مفید بود، نمی توانستم درک کنم که چرا خداوند او را از من گرفت. و در یادداشتش نوشته است: وقتی خداوند اراده نمود که زوجه دومی مرا که 23 سال با او زندگانی کرده بودم از من بگیرد، فهمیدم که این کار برای خیریت من بوده و متوجه نصیحت پولس شدم که در رومیان 8:28 می‌فرماید: می‌دانیم به جهت آنان این که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشد. ژرژ مولر پس از مرگ زوجه اولیش که 39 سال با او زندگی کرده بود، نمی‌دانست که خدا این خسارت را چطور برای او جبران می‌کند، زیرا عده زیادی از یتیمان تحت سرپرستی این خانم اداره می‌شدند. ولی البته آن خانم نمی‌توانست در سن 73 سالگی در سفرهای بشارتی ژرژ را معاونت و مساعدت نماید و قادر به مسافرت زیاد طولانی نبود. اما خانم دومی که 57 سال داشت و سالم تر بود، می توانست در مسافرت با ژرژ مولر معاون و مساعد خوبی باشد. تمام سفر ایشان کمتر از 200,000 مایل راه نبود. گاهی یک هفته تمام در قطار آهن می ماندند و گاهی 6 هفته در کشتی به سر می بردند. اگرچه خانم ژرژ مولر در اجتماعات و مجالس صحبت نمی کرد، لیکن همیشه مشغول بود و در نوشتن و مراسلات و نشر و توزیع کتاب به شوهرش کمک می کرد. خلاصه وقتی که ژرژ مولر خدمات و کمک های زوجه دومی خود را می دید، می فهمید که اگر زوجه اولیش زنده بود، نمی توانست او را به این درجه خدمت و مساعدت کند.